سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. امروز قراره توی این ویدیو در مورد کره کاکائوهای دئودورایزد شده و نان دئودورایزد با هاتون صحبت کنم و تفاوتاش رو بهتون بگم. با من همراه باشید. معنی لغوی دئودورایزد در واقع بوزودایی شده هست، یا میتونیم به زبان ساده تر بگیم تصویر شده. در واقع کره کاکائوهای دئودورایزد کره کاکائوهای تصویر شده هستن و نان دئودورایزد کره کاکائوهای تصویر نشده هستن. خب اول بریم سراغ کره کاکائوهای نان دئودورایزد، در واقع تصویر نشده. اگر بخوایم بدونیم که این کره کاکائو چجوری تولید میشه، میتونید ویدیو مربوط به پودر کاکائو رو تماشا کنید. من لینکش رو داخل دسکریپشن میذارم. توی اون ویدیو قبل از اینکه پودر کاکائو تولید بشه، کره کاکائو از مسه کاکائو جدا میشه و در واقع هیچ کاری روش انجام نمیده. اون کره کاکائو در واقع کره کاکائو تصویر نشده هست که یک عطر و طعم شکلاتی هم داخلش داره، یعنی در واقع اون رایحه شکلات رو داخل خودش حفظ کرده و استفادهش به این صورته که توی محصولاتی میشه از این کره کاکائو استفاده کرد که شاید طعم اصلی اون محصول هم شکلاتی باشه و این رایحه کره کاکائو با اون تداخلی نداشته باشه و در واقع یه جورایی هم میتونه طعم اون رو تقویت کنه. کره کاکائو تصویر نشده یکی از کاربردهای مهمش همین در ساخت بیس شکلات هست، چون میتونه عطر شکلات نهاییمون رو تقویت کنه. حالا کره کاکائوهای تصویر شده یا دئودورایزد در واقع هیچ عطر و طعمی ندارن و حالت خنسا دارن. در واقع برای ساخت شکلات هایی مثل شکلات سفید که ما به اون عطر شکلاتی نیاز نداریم، یا شکلات های طعمدار که معمولا طعم و عطر میوه‌ای یا ادویه‌ای دارند، از کره کاکائوهای دئودورایزد استفاده میشه. حالا این کره کاکائو چطور تولید میشه؟ با روش های مختلفی که جلوتر براتون توضیح میدم، میان و عطر و بوی شکلاتی رو از کره کاکائو جدا میکنن و اون کره کاکائو ما یک حالت خنسا از نظر عطر و طعمی پیدا میکنه. یکی از روش های دئودورایزد کردن کره کاکائو تقطیر با بخار هست، یا استیم دیستیلیشن. در واقع توی این روش کره کاکائو ذوب میشه، یعنی حرارت میدن به کره کاکائو، کره کاکائو ذوب میشه، بعد در معرض بخار قرار میگیره. این بخار اون ترکیبات فرار یا همون عطر و طعم شکلاتی رو به خودش جذب میکنه. در مرحله بعدی این ترکیب بخار و ترکیبات فرار در واقع تغلیظ میشن و طی فرایندی از کره کاکائو جدا میشه و در نهایت ما یک کره کاکائو خالص بدون عطر و طعم خواهیم داشت. روش دیگه دئودورایزد کردن کره کاکائو تقطیر با خلاء هست، یا وکیوم دیستیلیشن. در واقع توی این روش میان کره کاکائو رو به آرومی گرم میکنن تا ذوب بشه، یعنی حرارت بالا لازم نیست. بعد در محفظه یه تقطیر خلا قرار میدم. توی این محفظه فشار کم کم کاهش پیدا میکنه. با کاهش فشار، این کاهش فشار باعث میشه که اون نقطه جوش ترکیبات فرار پایین بیاد. که این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اون ترکیبات فرار خیلی راحت تر تبخیر میشن. که حالا این ترکیبات فرار وقتی نقطه جوششون پایین اومد، با استفاده از خلا از کره کاکائو جدا میشن و در نهایت ما یک کره کاکائو بدون عطر و طعم خواهیم داشت. یکی دیگه از روش هایی که برای دئودورایزد کردن کره کاکائو استفاده میشه، ادزوربشن یا تکنیک جذب هستش. یعنی توی این روش از کربن فعال یا جاذب های دیگه استفاده میکنن
که اون جاذب میتونه ترکیبات فرار رو و حتی به طور اختصاصی به خودش جذب کنه و در نهایت ما یک کره کاکائوی بدون عطر و طعم داشته باشیم. روش شیمیایی هم یکی دیگه از روش های دودراز کردن کره کاکائو هست که میان از عوامل شیمیایی برای از بین بردن بوهایی که داخل کره کاکائو هست استفاده میکنن. اما به دلیل تأثیرش روی خواص طبیعی کره کاکائو معمولا این روش خیلی رایج نیست. ببینید، تقطیر با بخار و تقطیر با خلا از روش های متعادل دودراز کردن کره کاکائو هست که حالا تقطیر با خلا یه سری مزایایی داره نسبت به تقطیر با بخار که یکی از مهمترین هاش این هستش که دمای کره کاکائو زیاد بالا نمیره، چون بیشتر تقطیر با خلا روی فشار مانور میده، لزومی نداره که حرارت بالا بره. برای همین کره کاکائو مواد مغذیش رو به خوبی حفظ میکنه و به خاطر ایدئال بودن دما خواص فیزیکی و شیمیاییش کاملا حفظ میشه. تقطیر با خلا در واقع اکسیداسیون رو به حد اقل میرسونه و وقتی اکسیداسیون کم میشه در واقع شلف لایف کره کاکائو و ماندگاری کره کاکائو افزایش پیدا میکنه. توی مکانیسم تقطیر با خلا گفتم که نقطه جوش پایین میاد و همین باعث میشه که میزان مصرف انرژی کاهش پیدا کنه و در واقع ما با صرفه اقتصادی بیشتری به محصول مورد نظرمون دست پیدا کنیم. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر مطالب رو دوست داشتین حتما ویدیومون رو لایک کنین و اگر پیشنهادی در مورد محتواهای بیشتر دارین حتما برام کامنت بذارین تا در اون زمینه تولید محتوا کنم.